سلام خدمت دوستان و با تشکر از دوستانی که این برنامه رو ترتیب دادن و این بزرگداشت رو برای مرحوم اصغر کریمی برگزار میکنن، من به عنوان یکی از کسانی که در حوزه انسانشناسی مشغول به کار بودم در دانشگاه تهران و هستم، وظیفه خودم میدونستم که وقتی دعوت شد که چند کلمه صحبت بکنم در مورد دوست عزیزم و استادم دکتر کریمی، حتما این کار رو انجام بدم و سعی کنم که تا اندازه‌ای کمک کرده باشم در شناساندن چهره یک انسان واقعی و چهره یک فرزانه، یک دانشمند و واقعا انسانی که از دست دادنش برای ما یک فقدان بزرگ است. در مدتی که از شروع بیماری کرونا میگذره، تقریبا در یک سال و نیمی که این بیماری شدت گرفته در ایران، متاسفانه ما دوستان زیادی رو از دست دادیم که هر کدوم از اونها سرمایه های بسیار بزرگی بودند برای کشور و در شرایطی هم از دست دادیم که متاسفانه نمی شده اونطوری که باید و شاید برای اونها برنامه های برگزار کرد و کارهایی رو که لازمه انجام داد انجام بدیم. با این وجود تا جایی که ممکن بوده ما این کار رو کردیم و از این به بعد هم می کنیم. در حقیقت همیشه من روی این جمله، روی این فکر پافشاری کردم که وقتی که انسانهای بزرگ میمیرن، کسانی که کارهای بزرگی در زندگیشون کردن، یک با این مرگ یک زایش دوباره هم پیدا میکنن، این وجود مادیشون از بین میره، ولی در این حال نه فقط خاطره و تمام خاطراتی که به جای گذاشتن برای دانشجویانشون، برای شاگردانشون و در روابط احساسیشون، انسانیشون و غیره، اینها باقی میمونه از طریق اون آدم ها، از طریق اون فرزندان، از طریق دوستان و آشنایان، بلکه برای کسانی که به هر شکلی خلاقیت علمی، فرهنگی و دانشگاهی داشتن، یک میراث دیگه ای هم باقی میمونه که اون میراث به نظر من میراثی است که باید ما تاکید داشته باشیم بر روش که حفظش بکنیم. در بحث که من در اینجا میکنم و البته مسلما ما برنامه های دیگه در آینده خواهیم داشت زمانی که شدت بیماری کاهش پیدا کنه، مسلما ما برای تمام این دوستان از دست رفته که سرمایه های بزرگ ملی بودن برنامه های متعددی خواهیم گذاشت، سالگرد های متعددی امیدواریم اگر زنده باشیم بگذاریم براشون و ویژه‌نامه هایی منتشر خواهیم کرد از جمله برای دکتر کریمی که پیش از اون دوست دیگه ای رو من از دست دادم، دکتر ستاری و دیگران، سال گذشته دکتر حبیبی، آقای سینایی، آقای طیاب و بسیار دیگه از بزرگانی که در همه حوزه‌ها متأسفانه در حال از دست رفتن هستن و مسلماً ما برای اینها برنامه‌های متعدد خواهیم گذاشت، ویژه‌نامه‌های متعدد منتشر خواهیم کرد. برخی از این دوستان حضور رسانه‌ای بیشتری داشتن، حالا یا به واسطه کارشون مثل سینماگران، مثل
دوست عزیزم آقای سینایی یا طیاب، بعضی دیگه حضور دانشگاهی به هر حال فعالی داشتن، چون توی دانشگاه کار میکردن و دانشگاهیان به هر حال به دلیل شغلشون با دانشجویان زیادی در تماس هستن، با گروه های مختلفی در تماس هستن، اونها هم بیشتر ازشون صحبت میشه و شناخته شده هستند. بدون اینکه من بخوام این عنصر شناخته شده بودن رو در ذات خودش بهش ارزشی بدم، به هر حال یک عامل مهمی هست در اینکه افراد برن به طرف کارهایی که این دوستان انجام دادن و ارزشمنده و این کارها هرچه بیشتر خونده بشه، دیده بشه و غیره. خب کسانی که نه در حوزه رسانه هستند یا نه در حوزه دانشگاه هستند و کسانی هستند که به صورت پژوهشگرانی در نهادهای مهم کار میکنن، ولی نهادها خودشون نهادهای رسانه‌ای نیستن به اون شکل، مثلا فرهنگنامه ها که کار بسیار مفیدی هم انجام میدن، یا بعضی از نهادهای دیگه فرهنگی که در کشور فعال هستن، خب اینها در خیلی از موارد اونطور که باید و شاید هم شناخته شده نیستن. دکتر کریمی یکی از این افراد بود که این که افراد کمتر اون رو میشناختن، به صورت که حتی زمانی که میخواستیم که ما خودمون و یا در روزنامه میخواستن که در مورد ایشون یک مطلبی بنویسن، تعداد زیادی افرادی نبودن که بتونن این کار رو بکنن، یا حتی عکسی از ایشون نبود. یعنی همین الان تعداد زیادی عکس نیست و اتفاقا در یکی از همین پروژه های اخیر که ما در حال اجراش هستیم، چهره های زمان بود که دوست هنرمند من مهداد دوستگویی رفت پیش دکتر کریمی و اونجا عکس برداری کرد بود از ایشون که ما بعدا در برنامه هم ساختیم براشون، ولی اون عکس ها که الان آقای اسکوی گرفته شاید تنها عکس هایی باشه که بشه که عکس هایی هستش که خیلی خوب گرفته شده و قابل عرضه هستش، وگرنه غیر از اونها عکس ها اگر باشه عکس های خصوصی هستش. دکتر کریمی خصوصیتی داشت و اون خصوصیت این بود که خب نه تنها به دلیل اون شیوه کارش، یعنی اینکه در جایگاهی بود که بیشتر کار پژوهشی میکرد و بیشتر کار مکتوب میکرد، خود اون موقعیتی نبود که شناسایی عمومی ازش وجود داشته باشه، هرچند که همه افراد متخصص و کسانی که در این حوزه هستن ایشون رو بسیار خوب میشناختن، چون از پیشکسوتان مردم شناسی در ایران بودن، خود ایشون هم شخصیتی نداشت که بخواد خودنمایی بکنه، بخواد خودش رو به نمایش بگذاره، فروتنی در حدی که واقعا باور نکردنی هست رو من در شخصیت دکتر کرمی دیدم و واقعا سعی کردم که در اون حدی که امکان داره، آدم ها خیلی متفاوت هستن، در اون حدی که امکان داره درس بگیرم از او، کاش میتونستم که بیشتر از او درس بگیرم. در این اواخر بسیار بسیار به او نزدیک بودم و هر چند روز یک بار تلفن میزدم بهش و بعد از اینکه بیمار شد و در بیمارستان بود، حتی که دو روز قبل از اینکه در اثر این بیماری در واقع جهان ما رو ترک بکنه، با ایشون صحبت میکردم و تا لحظه آخر تا اونجایی که من با ایشون صحبت میکردم همونطور امیدوار، همونطور سرسخت و همونطور به اصطلاح با انگیزه بود برای کار کردن.
حتی در اون روزهای آخر که من باشون صحبت میکردم ازشون پرسیدم که آیا مهم نیست که مثلا به خارج بره و در شرایط بهتری به هر حال بتونه زندگی کنه، و ایشون گفتش که نه، من زندگی که در اینجا دارم به هر چیزی ترجیح میدم، دارم کارم رو میکنم و از کارم لذت میبرم و فکر میکنم مفید هستم. و بازم اونجا یک درس فرودنی واقعا به ما میداد. بنابراین من اگر خواسته باشم از دکتر کریمی صحبت بکنم در همین مدت کوتاهی که در این برنامه فرصت هست، باید بگم که جنبه انسانی که در دکتر کریمی بود واقعا بی نظیر بود. یعنی کمتر کسی رو ما داریم که من بتونم بگم که تا این حد فروتن، تا این حد در دسترس، تا این حد خوش برخورد، تا این حد واقعا کسی که هر کمکی از دستش برمی اومد برای کسانی که بهش مراجعه میکردن انجام میداد، واقعا یک انسان استثنایی بود از این لحاظ. و حتی شاید بتونم میگم شاید بیش از هر، به خاطر اینکه خب به هر حال فکر میکنم که اگر دکتر کریمی یه مقدار این جنبه رسانه‌ای رو بیشتر بهش توجه میکرد، کارهای بیشماری که انجام داده که صحبت خواهم کرد از اونها بیشتر معرفی میشدن. ولی به هر تقدیر این شخصیت شخصیتی بود که به یک دوران پیش از ما تعلق داشت، به نسل قبلی تعلق داشت، و در اون نسل که پیشکسوتان بزرگی ما هنوز خوشبختانه هستند و سایه‌شون امیدواریم همیشه بر سر ما باشه، در اون نسل، یعنی نسلی که میتونم بگم دوران خیلی خیلی پرکارش در سالهای 1140 و 50 بود، ولی بعد از اون هم همجور فعال موندن، ولی اوج کارهاشون رو در همون سالهای 40 و 50 انجام دادن و تا حد 60، اینها میشه گفت که از لحاظ اخلاقی خیلی بیشتر به هم شبیه بودن. من وقتی نگاه میکنم با دوستان دیگه که امروز در خدمتشون هستیم و جزو پیشکسوتان این علم هستن، میبینم که اخلاق دکتر کریمی بسیار بیشتر به اونها نزدیک هستش تا به نسل‌های بعدی، و خود این نشون دهنده این هستش که ما در یک موقعیتی هستیم که متاسفانه هر اندازه که زمان میگذره، هر اندازه که به جلو میریم، موقعیت اجتماعی، شرایطی که در جامعه ما وجود داره یا در جهان وجود داره، این به اصطلاح مادی شدن افراد، این که افراد همش به دنبال شهرت هستن، به دنبال ثروت هستن و به جنبه های انسانی کمتر توجه میکنن، این باعث شده که صرفا نه در این یا اون فرد، بلکه در یک نسل به طور کلی ما شاهد نزول این فضیلت های اخلاقی باشیم، کما اینکه در نسل بعدی هم باز ما میبینیم که این مسئله، نسلی بعد از ما اومدن، میبینیم که باز هم کمتر این مسئله دیده میشه که افراد واقعا کمتر به این گونه مسائلی که به شهرت و ثروت و این قبیل مسائل مربوط میشه اینقدر دلبستگی داشته باشه. ولی در دکتر کریمی که از آن متعلق به اون نسل قبلی بود که واقعا چنین چیزی نبود. و وقتی که ما حالا به سراغ رزومه و اون شرح حال دکتر کریمی میایم، میبینیم که با اون شرح حالی که دکتر کریمی داشت واقعا چه اندازه میتونست، اگر میخواست که از خودش ستایش کنه، جای این رو داشت که واقعا این کار رو بکنه. دکتر کریمی تعداد سالهایی که خارج بود زیاد نبود، شاید
7-8 سال در فرانسه بود، ولی خیلی خوب این زبان رو آموخت و خیلی خوب از این زبان استفاده کرد و این دانش زبانی خودش رو واقعا به کار گرفت، برای که گروه از بهترین آثار رو میتونم بگم منتشر بکنه. اولا تعداد زیادی از آثار گیرشمن رو در مورد تاریخ ایران باستان به خصوص در جنوب غربی ایران منتشر کرد، در مورد هنر ایران باستان منتشر کرد، همینطور آثار زیادی رو از ژان پیر دیگار که متخصص بختیاری ها هست در مورد منطقه زاگرس. خود دکتر کریمی علاوه بر این که ترجمه میکرد تعلیفات زیادی هم داره و برخی از این تعلیف هم که سالهای عقبتری برمیگردن با به همراه خودم ژان پل دیگار و کریستیان برومرژه و به اصطلاح مارسل وزن انجام داده. کاری که با برومبرژه و بزن انجام میداد عمدتا روی گیلان بود و بخشش هم روی آذربایجان بود و کارهایی که با دیگار انجام داده بیشتر روی منطقه زاگرس انجام داده، در حالی که خودش هم بسیار بسیار از لحاظ علمی فعال بود روی منطقه، روی شیوه زیست عشایری و غیر شهری و همینطور هنرهای اینها مثل قالی و هنرهای دیگه که در بین عشایری وجود داره بسیار کارهای ارزنده ای داشت که من توصیه به شما میکنم که اگر به وبگاه مؤسسه انسان‌شناسی و فرهنگ مراجعه کنید و در اونجا شرح حال دکتر کریمی رو ببینید یا روی گوگل سرچ کنید میبینید که تعداد به اصطلاح کتاب‌هایشون شاید نزدیک بیش از 50 جلد کتاب داشت و صدها مقاله که نوشته بود برای چه دانشنامه های مختلفی که در اونها کار میکرد، دانشنامه دایرت المعارف بزرگ اسلامی، دانشنامه جهان اسلام، دانشنامه به اصطلاح ایران و غیره، چه مقالات علمی که برای اونها مینوشت و چه به اصطلاح مقالاتی که برای بسیاری از مجلات علمی و به اصطلاح ترویجی می نوشت، اینها به اصطلاح واقعا نشون دهنده شوق و ذوقی بودند که در دکتر کریمی وجود داشت برای شناخت این پهنه و به اشتراک گذاشتن این شناخت که به صورت علمی به اصطلاح به مطالعه مسائل مختلف می پرداخت. من اشاره کردم به ترجمه هایی که ایشون از دیگار در مورد بختیاری به صلاح انجام داده بود، فرهنگ بختیاری، که البته باید حتما به کتاب مهمی که ترجمه کرده بود ایشون، انسان و حیوان دیگار، ما اشاره کنیم و یکی از مهمترین کتاب‌هایی هستش که نوشته شده در این رابطه و دیگار هم می‌دونید که بعداً بعضی انقلاب دیگه در ایران کار می‌داری نکرد ولی به کارهای خودش در مورد مطالعات بختیاری ادامه داد و به خصوص در همین عشایر روی این رابطه انسان و حیوان بسیار بسیار کار کرد ولی این رو به حوزه های دیگه و به شیوه های دیگه زیستم به اصطلاح پیوند و همینطور کتاب هایی که
از دو شخصیت بسیار مهم در تاریخ فرانسه که در ایران کمتر شناخته شدن در حوزه های خارج از مردم شناسی و انسان شناسی، یکی آنر لوراگوران و یکی هم اودریکور، که اینا شخصیت هایی هستند که روی فرهنگ مادی کار کردن و در حقیقت ترجمه کردن از اینها هم کار ساده نیست، به خاطر اینکه فوق العاده اصطلاحات و نکات خیلی ظریف و دقیقی رو مطرح میکنند، که به خصوص اودریکور که خیلی کم شناخته شده است، حتی در حوزه متخصصان کمتر میشناسنش. علتش هم در این هستش که خب اودریکور بیشتر در فرانسه مطرح بود و زبانش هم زبان خیلی مشکلی بود، زبان خیلی خیلی فناورانه بود، راجب اشیاء، راجب کارها و غیر فرهنگ مادی می نوشت و بسیار بسیار نوشته های دقیقی داشت، ولی خب ترجمه اینها فوق العاده سخت بود حتی به زبانهای اروپایی. ولی خب لوراگوران که شخصیت بسیار معروفتری بود و چندین کتاب رو در حوزه های فناوری، فرهنگ و فناوری، دکتر کریمی از لوراگوران هم ترجمه کرد. و اینا گفتم تازه بخش این کتاب ها که تعدادش بسیار زیاده و موضوعی بسیار مختلفی را هم در بر میگیره، اینا بخشی فقط از کارهایی هستش که دکتر کریمی انجام داده بود و میشه گفت که بخشی بود که به صورت کتاب در اومده بود، ولی به مقالات ایشون و تحقیقات که در قالب گزارش های پژوهشی منتشر شده یا خیلی هاش منتشر نشده در اون سازمان های دولتی که اینها رو سفارش دادن باقی مونده بدون اینکه منتشر بشه، اینها ارزش بسیار بسیار بالایی داره. متاسفانه خب در کشور ما در سازمان های دولتی خیلی توجهی به این مسئله نمیشه که چیزی که منتشر میکنن بعد خوب توضیح بکنن و در اختیار باشه و در موردش صحبت بکنن، در موردش بهش استناد بدن، اینا رو مطرح بکنن. ما خودمون یکی از اهدافمون این هست و حتما این کار رو خواهیم کرد که این آثار رو معرفی کنیم، چون این آثار واقعا آثاری هستند که ده ها سال، اگر نگیم صد ها سال، ولی حداقل ده ها سال میتونیم بگیم که برای رشته ما و برای همه مردم مفید هستش، کمان که از عمر خود اینها بیشتر از 50-60 سال میگذره، ولی هنوز که هنوزه به اینها اشاره میشه، در مورد اینها صحبت میشه، کار میشه و غیره، ولی خیلی خیلی کم شناخته شده است و من معتقد هستم که سازمانهای دولتی در این زمینه خوب کار نمی کنن و این یه مقدارم مسئولیتش برمیگرده به خود ما که باید این کتاب ها رو معرفی کنیم. من فکر میکنم که تا جایی که ممکنه باید این کتاب ها معرفی بشه، بهش استناد بشه، بخشایش رو برده بشه در شکلهای جدید، چون خب یکی از مشکلاتی که دکتر کریمی داشت مثل خیلی دیگه از دوستان ما که به نسلهای قبل تر تعلق دارن اینه که این چرخش رسانه‌ای رو که اتفاق افتاده بود خیلی خوب نمیتونست باش کنار بیاد، یعنی اینکه کتاب در اون شکل کلاسیکش دیگه نمیتونه تنها حامل شناخت باشه و نیاز به این هستش که تکمیل بشه با رسانه‌های جدید، تکرار بشه در اونها، حالا به صورت کتاب صوتی یا به صورت بخش‌هایی از این کتاب ها در اون مثلا ویدیوهایی که ازش ساخته میشه، فیلمهایی که ساخته میشه و غیره. و جهان ما به طرف یک جهان تصویری میره، به طرف یک جهان صوتی میره، یعنی همین دو حسی که بیش از همه حسهای دیگه به کار برده شده تا ما به دستگاه ها و فناوری های جدید هوش مصنوعی برسیم.
یعنی حس بینایی و حس شنوایی. بنابراین ما باید بریم به طرف اینها. البته خود کتاب و خوندن کتاب هم یک نوع استفاده از حس بینایی هستش، اما مسئله این هستش که میزان تولید کتابی که امروز انجام میشه در جهان، میزان اسنادی که تولید میشه و رسانه‌هایی که تولید میشه اونقدر زیاد هست که حتما لازمه که ما اینها رو ازش آثار ثانویه‌ای تولید کنیم در قالب مستند، در قالب فیلم، در قالب به اصطلاح برنامه‌های ویدئویی. و همینجا من از دوستان جوانم میخوام که حتما این کار رو بکنن. من فکر می‌کنم فقط اگر کارهای دکتر کریمی رو ما بگیریم و من حالا به یه بخش دیگه از کارش که کارهای ادبیش هست کمتر پرداختم، ولی رمان‌های ادبی ترجمه کرده بود، سفرنامه‌های بسیار زیبایی نوشته بود که همه اینها ارزش داره، ولی اگر حتی همون کارهای علمی دکتر کریمی رو بگیرن، اینها یک به اصطلاح مواد خام بسیار پر ارزش رو میده برای اینکه از اینها بتونن اشکال جدید رسانه‌ای بسازن با فرم‌های جدید گرافیکی، با ساختن فیلم و غیره، و بعد اینها رو بتونن روی شبکه اجتماعی به نمایش بگذارن. برای این کارها ما مرزی دیگه نداریم. همه دوستانی که این نوار رو میبینن، به خصوص جوانترها، فرصت بیشماری دارن برای اینکه به این نکته توجه کنن که میراثی که این نسل به جا گذاشت یا نسلهای بعدی دارن به جا میگذارن برای یک عمر خودشون فقط نبوده، بلکه برای یک فرهنگ بوده. اینها فرهنگ ما رو به این ترتیب غنی کردن و حالا وظیفه کسانی که میخوان ارادت خودشون رو به اینها نشون بدن که به اینها علاقه دارن، نیستش که صرفا بیان و مثلا بزرگداشت برگزار کنن یا یادبود برگزار کنن. این کارم لازمه البته، ولی به نظر من مهمتر از اون این هستش که هرچه بیشتر بتونن کارهای اینها رو نشون بدن، ارزش این کارها رو نشون بدن، این کارها رو در شبکه‌های اجتماعی منتشر کنن. شبکه‌های اجتماعی موقعیت‌های واقعاً بی سابقه ای از نظر تاریخ جهان میده به انسان برای دموکراتیزه کردن دانش و شناخت انسان‌ها نسبت به هم دیگه، نسبت به فرهنگ‌های دیگه و غیره، و از این استفاده کنن. من صحبتم رو در اینجا تموم میکنم. یک بار دیگه در این مدت ما تسلیت زیاد گفتیم به همه دوستانی که در حوزه دانشگاه، در حوزه فکر، در حوزه فرهنگ چنین عزیزی رو از دست دادن. خانواده دکتر کریمی به خصوص من تسلیت میگم بهشون و امیدوار هستم که توان این رو داشته باشم که بتونم در سالهای آینده به همراه دوستان دیگه، همه کسانی که این مراسم رو برگزار کردن، مراسم دیگه رو برگزار میکنن، بتونیم دست کم میراث دکتر کریمی رو تا حدی بشناسونیم. ولی توصیه اکیدم این هستش که حتما دوستان جوانتر برن و ببینند که یک فرد با فروتنی کامل، بدون اینکه اصلا دنبال شهرت باشه، تا چه حد زیادی در زندگیش مفید بوده و به فرهنگ خودش افسوده و ما رو مدیون خودش کرد. بسیار از همه شما تشکر میکنم که این برنامه رو برای شما ما اجرا کردیم. بسیار ممنون و امیدوارم تا به زودی که بتونیم باز درباره دکتر کریمی صحبت کنیم.